بانو کرامتی تشریف بیارید اینجا کم یک کوتاه درباره کتابی که نوشتید. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران محترم. در رابطه با کتابم، خب اولین مجموعه اشعار سیاسی من هست که در ایران و یونان و آلمان نوشتم. البته بیشترش رو در آلمان نوشتم چون وقتی از کشور خارج شدم خیلی از دست نوشتم و از دست دادم و در واقع اولین چاپ این کتاب هم در جولای 2019 منتشر شد. ولی به طور کلی شرح حال زندگی خود من به عنوان یک زن ایرانی و به عنوان یک جوان ایرانی که در حکومت استبدادی زندگی میکنه و این خفقان در جامعه را هر روز حس میکنه هست. و اسم کتاب رو هم گذاشتم قفس، به خاطر اینکه همیشه فکر میکردم توی ایران توی قفس دارم زندگی میکنم و همیشه دنبال یه راهی بودم برای فرار که به آزادی برسم. و در واقع وقتی که 15-16 ساله شدم و به عنوان یک دختر نوجوان اومدم توی جامعه و این فسادی که در جامعه هست، این نابرابری و بی‌عدالتی که در جامعه هست رو میدیدم، همچنین فشارهایی که در کشور ایران به یک زن تحمیل میشه، چه از طرف حکومت مثل اجبار بودن دین و مذهب و اجبار بودن حجاب و همچنین محدودیت هایی که از طرف فرهنگ خود جامعه به یک زن تحمیل میشه رو میدیدم، واقعا آزرده خاطر میشدم و معترض بودم. اما چون در ایران نمیتونستم حرفم رو بزنم، اعتراضم رو بگم، به خاطر اینکه آزادی بیان نداشتیم، به نوشتن و نقاشی کشیدن رو می آوردم و خیلی از نقاشی هام هم مرتبط هست با شعرهام و واقعیتش اینه که همش احساس منه و این کار در واقع خلای منو پر میکرد و فکر میکنم که حرف من حرف اکثر زنان کشور باشه و من این کتاب رو هم تقدیم کردم به زن، البته به تمام زنان دنیا. این کتاب در کتابخانه ایرانیان در شهر هامبورگ موجود هست، همچنین در سایت کتابخونه خود کانون دفاع از حقوق بشر موجود هست. هر کسی که دوست داشت میتونه کتاب من رو به نام قفس سرچ کنه و بخونه. و جا داره که همینجا تشکر ویژه‌ای بکنم از جناب آقای شفایی. ایشون هم مشوق من بودن، هم خیلی به من کمک کردن تو چاپ و انتشار کتاب و همچنین در فروش کتاب، چون خب چاپ اول خیلی خوب فروش رفت که من کتابو به چاپ دوم رسوندم. و آقای شفایی اینقدر همیشه به من لطف داشتن و دارن که من شرمنده میشم. و برای امروز هم یه شعر آماده کردم، البته از اشعار جدیدم هست، توی کتابم نیست، چون دوست داشتم که یه شعر جدید بخونم برای امروز. امیدوارم که دوست داشته باشید. به نام حق زن. من زنم، همان زن که مرهمی است زلتیام اندوه، همان زن که مادری است فداکار و دلسوز. گاهی سرکشم آری ببینم مردم آزاری، گاهی مغرورم و طماع کنی از من تمنایی. گاهی دشمن جانتم و میگویم دوستت دارم، گاهی خود دردمندم اما غم تو میزدایانم. همان که خنده بر لبش خزان شده ز اندوه، همان زن که شادیش را میبینی فقط از دور. همان که باید سایه مردی بالای سرش باشد، چون نمیخواهد حرف مردم پشت سرش باشد. همان زن که خانه بخت خوشبختی او باشد، سکوت میکند تا همیشه حق با مردش باشد. زنی که زیر دستان سلطه‌گر رام میشود گاهی به جای این که آغوش شوهر پناهگاهش باشد. دم نمی زند از ترس فرط غیرت بابا که شرف و آبرو برای او مهمترین باشد. دوباره حرف نجابت شد و ما می شویم محدود تا حجب و حیا برای من جزء زنانگی باشد. گاهی فرار تنها گزینه چاره است وقتی قانون همیشه حامی مرد می باشد. فریاد ما از آزادی فقط کشف حجاب نیست، چون این شال تنها یک پارچه سفید می باشد. نه رفراندوم می خواهیم و نه جمهوری اصلاحاتی که این وجدان بر دوش جامعه همچنان سنگین باشد.
حرف ما حق دختر است، حق زن، که این کاغذ نوشته شد تا حقوق بشر باشد.